وقتی که زمان حال شناخته شده برای حمله علاقه مندان به فوتبال هستید. حالا میخواستم به سالهای دور برگردیم، یه توضیحی داشته باشین درباره اون سالهایی که شما تصمیم گرفتین وارد عرصه فوتبال بشین، چی شد و فکر میکنم از همین اهواز هم دیگه اشتباه نکنم. توضیح میدیم چند سالگی بود؟ آره، خب مثل خیلی از کسای دیگه میشه گفت که اینجا توی این منطقه اکثر بچه ها و محلات یه جورایی علاقه من بودن، عشق داشتن به فوتبال. ما هم یه چیز جدای از اونا نبودیم دیگه و تو منطقه من بچه آخر سوات، یعنی اونجا متولد شدم. زمین های خاکی دور و برمون زیاد بود و به عشق این که خانوادم اجازه بدم برم فوتبال بازی بکنم، درس میخوندم که نمرات خوبی بگیرم که خانوادم احیانا گیر ندن که اجازه ندن بخوام برم فوتبال و اینا. یادم بچه که بودم بعضی از، چون معمولا جمعه میرفتیم بازی، دو تا سه تا بازی میکردیم زمستونا، بعضی اوقات قبل از اینکه هوا روشن بشه میومدیم هوا رو چک میکردم، ابری که میشد دعا میکردم که یه وقت بارون نزنه که ما جمعه بتونیم بریم بازی بکنیم، اینقدر که عاشق فوتبال بودیم. و همینجوری ادامه دادم دیگه تا اینکه به حال یه دوست خیلی خوبی داشتم به نام آقای زرگانی نادر. ایشون گفت که تو استعداد خوبی هستی، تلاشتو بیشتر بکنی میتونی به جایگاه بالاتری برسی. شاید ابتدا به ساکن یه مقدار پذیرشش میشه گفت که سنگین بود، ولی بعدها که تلاشم رو مضاعف کردم و مربیای خیلی خوبی که داشتم از آقای سه برادران گرفته و خیلی کسای دیگه که خیلی زحمت کشیدم برام، این مسیر یه جورایی برام هموار شد و با انتخابای درستی که داشتم، یعنی منظورم اینه که تیمای خوبی که انتخاب کردم و در کنارش مربیای بسیار خوبی که داشتم، شرایط هموار شد، تونستم این پله های رشد و ترقی رو یکی یکی پس از دیگری بتونم برم. شاید اگر شرایط یه مقدار شانس یاری میکرد چه بسا حتی میتونستم کیفیت بهتری رو هم از خودم به نمایش بذارم، ولی تا همینجاش هم راضی هستیم و این بود سرنوشت ما. من با باشگاهی رو با تیم ابوذر اهواز شروع کردم و بعد از اون به گروه ملی اهواز پیوستم، سپس جنوب اهواز بودم و بعد از اونم پرسپولیس، بعد از پرسپولیس هم فولاد خوزستان و دیگه خداحافظی کردم. این بود رزومه بازی کردن من و بهمن یا صنعت نفت اینا هستن توی نفت رو برای مربیگری میگفتن. نفت آبادان؟ نه، نفت آبادان مربیگری نکرد. میگم اینا رو به اشتباه متاسفانه توی سایت ویکی‌پدیا میتونید اصلاح کنید. خب حالا باید آره لطفاً. خب اول پرسپولیس بعد فولاد چی شد؟ خب علاقه داشتم به تیم پرسپولیس از همون دوران، آره از دوران کودکی علاقه داشتم و یادمه یه کمد مخصوص به خودم رو داشتم و هم در رو به بیرون هم رو به داخلش رو تمام عکسای تیم پرسپولیس و بازیکنهای مطرحش رو زده بودم و توی رویای اون تیم به سر می بردم و شاید یه رویای دست نیافتنی بود که روزی بتونم خودم رو احساس بکنم یکی از بازیکنهای تیم پرسپولیس میتونم باشم، که میگم که همه چیز به عشق و علاقه و پشت کار آدم بستگی داره و میتونه راه‌های سخت و خیلی خوب طی بکنه و به اون چیزی که توی ذهنش میگنجه بتونه برسه و این اتفاق برام افتاد. و خب حدود 5 سالی پرسپولیس بودم که از بعد از این پرسپولیس هم میگیم کلن چی شد که انتخاب شدیم؟ آها، من سال اولی که با فولاد بودم، با جنوب اهواز بودم، قراردادم 2 ساله بود.
همون سال اولم پیشنهاد داشتم ولی خب نمیتونستم از مجموعه جنوب اهواز جدا بشم. چرا؟ خب جنوبم خب به خاطر اینکه قرارداد دو ساله داشتم و مسئولین تیم باید تصمیم گیری میکردم که به نظرم هم تصمیم عاقلانه‌ای بود. هنوز یه مقدار جوان بودم و از اون پختگی لازمه برخوردار نبودم. سال دومی که موندم تجربه بیشتری کسب کردم، خیلی کمک کردن بهم، خصوصا آقای سه برادران و بقیه همبازی ها که کنارم بودن و تونستم شرایط بهتری رو برای خودم و برای تیم به وجود بیارم و حتی تبدیل شده بودم به یه مهره کلیدی. اونجا بود که دیگه قبل از اینکه فصل تموم بشه پیشنهادهای بسیار زیادی داشتم. شاید 9 تا از تیمای لیگ برتری اون موقع پیشنهاد دادن که حالا پیشنهادهای مختلف از فرض بکنید هم مالی هم حاشیه‌ای هم میشه گفت که عجیب غریب بود. مثلا یه پیشنهاد بود میگفتن خانوادتون میفرستیم مثلا برای حج تمتع، نمیدونم ماشین بهت میدیم، نمیدونم پول کش میدیم. میگم خیلی جالب بود اون موقع. یه پیشنهادایی بود که یه جورایی بتونن تحقیق کنن، وسوسه بکنن و آره. که در نهایت خیلی جالب بود بعد از اینکه تیم پرسپولیس نماینده فرستاد، اون موقع آقای سعادت بود سرپرست تیم پرسپولیس بود، اومد اهواز و با ما یه جلسه ای گذاشت و گفت که آره تیم پرسپولیس علاقمند هست که با شما وارد مذاکره بشه و شما به این تیم بدید. منم قراردادم تموم شده بود دیگه، پذیرفتم. هفته بعدش اومدم تهران، البته با 3-4 تا باشگاه نشسته چون دوست داشتن ما رو ببینن صحبت بکنیم، پیشنهادها رو بررسی کردن ولی دلم واقعا با تیم پرسپولیس بود. به این خاطر قرارداد سفید با تیم پرسپولیس امضا کردم و از اونجا بود که مسیر میشه گفت که فوتبالی و بازی کردن من یه شکل دیگه ای به خودش گرفت. خیلی که چشمتون روی اون پیشنهادها بستی. آره. میگم یادم اون موقع تیم سایپا خیلی پیشنهاد خوبی به من داد، تیم بهمن خیلی پیشنهاد خوبی به من داد، حتی تیم استقلال تهران هم با من صحبت کردن، پاس اون موقع با من صحبت کردن. ولی میگم جلسه کوتاهی که من با پرسپولیس داشتم قرارداد گذاشتن جلوی من بدون رقم، بدون هیچ چیزی، فقط مشخصات هم نوشته شده بود که من هم بدون هیچگونه صحبتی در ارتباط با بحث مالی قرارداد رو امضا کردم و این شد که ما به تیم که یادم اون موقع عادل حسینی هم آره از تیم جنوب به اتفاق رفتیم صحبت کردیم. ایشون رو بحث مبلغ و این چیزای مقدار حساسیت داشت و حاضر نشد، چون اون موقع ایشون هم گزینه بود برای پرسپولیس که تو مقطع ایشون به تیم سایپا رفت و منم که موندم پرسپولیس. حالا بحث پرسپولیس شد، درباره وضعیت حال حاضر پرسپولیس هم میتونم صحبت کنیم. فکر میکنم حالا توی شرکه قرار گرفته که مجددن آقای گل محمدی استعفا دارد. فکر میکنم توی 4 سال اخیر هفتمین استعفای ایشون باشه. یادم سال گذشته بود اگه اشتباه نکنم گفتگویی با خود شما داشتم، شما تو گفتگو فرمودین که قهرهای اگه جملتون درست بگم قهرهای مهد کودکی گل محمدی 2 جام رو از پرسپولیس گرفته. حالا مجدداً با همون مشکلات پرسپولیس مواجه شده. توضیح میدین شرایطش چطور می‌بینید؟ من شما رو تحسین بکنم که چه حافظه‌ای دارید به خاطر این. آره خیلی جالبه، این رو اگه تونستید بازم تو این مصاحبه اگر شد اشاره بکنید، یه جوری بیارید این مطلب رو که دقیقا همینطوره. الان هم اصلا شرایط حرفه‌ای این نیست که مربی هر چند وقت یه بار اگر تیم نتیجه بگیره همه چیز بر وفق مراد، زمین و زمان و هوادار و مدیریت و همه چیز خوبه، ولی کافی نتیجه عاید نشه، اون موقع بازیکن نگرفتن، بودجه اینجوریه، نمیدونم. خصوصا یه تیم میشه گفت که خیلی بزرگی و
میشه گفت که محبوب ترین تیم حال حاضر. دلیلی نداره و میگم که اصلا شما هیچ کجای دنیا تو فوتبال حرفه‌ای نمیبینید که اگر فرض بکنید تیم نتیجه نگیره مربی هی بخواد هوادار رو مقابل مدیریت بذاره. مدیریت من نمیخوام بگم که اشکال کار نیست، قطعا وجود داره، یعنی هم به لحاظ فنی هم مدیریتی، اما معمولا این روال نیست که شما نتیجه نگیری بعد بیاید همش تمام شرایط رو به یه نحوی شرایط سخت و انعکاس بدید به مدیریت و یا مثلا بحث بودجه. زمانی که مسئولیت میپذیرید تمام و کمال مسئولیت فنی با شماست و باید پاسخگو باشید. و میگم که دیگه اصلا این یه سناریوی کاملا تکراری و بچگانه و پیش پا افتاده و تو دنیای حرفه‌ای امروز خنده‌دار که فرض بکنید به قول خود شما الان اشاره کردید 7 بار استعفا و این نمیخواید ادامه بدید، چرا داری ادامه میدی؟ زمانی که پذیرفتی قرارداد امضا بکنی مسئولیت به عنوان سرمربی باید محکم تا پایان کار ادامه بدید یا اینکه استعفا بدید خداحافظ. که به نظر من خب همینطور که بازی های پرسپولیس رو اگه بررسی بکنید چند بازی، یعنی اون کیفیت لازمه رو متاسفانه یه جورایی پرسپولیس تو خیلی از بازی ها خیلی خوب نشون نداد و خود آقای محمدی هم فکر میکنم متوجه این موضوع شدند و خیلی از علاقمندا، خیلی از کارشناسا و قطعا مدیریت هم از این روند ناراضی بودن و خودشون هم به همین نسبت. من به نظر من زودتر از اینا اصلا باید جدا میشد. ممکنه این بهانه تراشی هایی که به احسان بعضی ها وجود داشت از توی ایشون فرن رو به جلو باشه با کنشه؟ در هر صورت ببینید هر جوری بخوایم بررسی بکنیم من به نظرم کار ایشون توی پرسپولیس دیگه تموم شده بود. و از کی تموم شده؟ ببینید این نوع رفتاری که از خودش بروز میداد به گونه ای بود که دیگه منجر میشد به همچین موضوعی و دیر یا زود این اتفاق باید میافتاد. حالا به قول خود شما فرار رو به جلو و خودش تصمیم گرفت که بره، ولی قطعا اگر این میتونست ادامه داشته باشه به نظر من خیلی واضح و شفاف بود که احتمالاً خود سیستم مدیریتی تصمیم میگرفت که ایشون رو کنار بذاره. با این وجود مربیگری همینه دیگه، شما توی مقطعی میای تلاش میکنی موفق میشی یا ممکنه عدم موفقیت براتون با وجود بیاد، ممکنه تغییر بدید جاتونو و شغل مربیگری همینه دیگه. و به نظرم ایشون دیگه به اون صورت چیزی برای اینکه بخواد به پرسپولیس بیشتر از اینا، چون ببینید الان پرسپولیس دیگه آوردن جام یه چیز عادی شده براش دیگه، کشور دیگه اون چیزی که باید برای پرسپولیس اتفاق بیفته اون فراتر از کشوره، باید تو آسیا بتونه عرض اندامی بکنه. کار خیلی سخته، روز به روزم داره سخت‌تر میشه با این بودجه و با این میشه گفت که امکانات بسیار پیشرفته‌ای که توی فوتبال خصوصا آسیا وارد شده، خیلی داره سخت‌تر میشه. ولی هوادارای پرسپولیس دیگه میشه گفت که جام توی ایران خیلی اقناعشون نمیکنه، خیلی فراتر از این دارن نگاه میکنن و انتظار دارن. به لحاظ بودجه بررسی بکنید یه تعداد تیم به خصوص هستن که خیلی با فاصله نسبت به بقیه تیم‌ها به لحاظ بودجه، هرچند که مجرای بودجه از یه کانال داره وارد میشه اونم سیستم دولتیه، اما داریم میبینیم که تبعیض‌های خیلی شدیدی وجود داره، رانت‌های به خصوصی وجود داره. فکر میکنم 3-4 تا تیم هستن که اصلا بودجهشون با بقیه تیم‌ها قابل قیاس نیست، یه تعداد تیم هستن که یه بودجه خاصی دارن، یه تعدادم که واقعا بسیار میشه گفت که اندر خم یه کوچه هستن. و تو این فضا رقابت عادلانه نمیشه گفت وجود داره،
یه وقت بخش خصوصی تنها هر کدوم قدرتمندتر میتونن بودجه بیشتر. ولی شما وقتی از یه مجرای به خصوص بودجه میاد میخواد تزریق بشه، خب قاعدتا باید یکسان بیاد، بعدن یه رقابت عادلانه ای رو ما شاهد باشیم. این به لحاظ بودجه. خب مسائل تصمیم گیری، اگر بحث مدیریت ها رو بخوایم بررسی بکنیم، خیلی از متاسفانه باشگاه ها اون مدیریت تخصصی و ورزشی که هر باشگاه بهش نیاز داره بازم دوچار مشکل هست و ضعف توی زمینه باز مشخصه. باز هم میشه گفت که از یه رانتی برخورداره، بر اساس بیشتر روابط و مسائل پشت پرده این رقم میخوره. در کنارش هم اون چیزی که الان بدنه فوتبال رو خیلی آسیب جدی بهش وارد کرده، اینکه سیستم مافیا و دلالی بسیار خاصی که الان خیلی شدیداً حاکم شده توی فوتبال ما، و شما اگر تو اون چرخه و سیکل قرار نگیری، چه مدیریتش، چه مربیش و چه بازیکنش، خیلی کار سخت میتونه پیش بره. اگر مدیر نخواد با اینا دیل بکنه، به راحتی میشه گفت که توی کارش میذارن. نیازی نیست که بیان مثلا خیلی علنی باش برخورد بکنن، کافیه مثلا به تیمش بازیکن ندن چون با بازیکن ها قرار داد دارن، کافیه مربی های توانمند در اختیارش نذارن، خود به خود دوچار مشکل میشه. مربی هم تو همین مقوله هستن، مربی ممکنه توانمند باشه اما تو این چرخه نباشه، بازیکن در اختیارش نمیذارن. یعنی عملاً به گونه ای تمام این ساختار رو در دست گرفتن و افسوس من به خاطر اینه که چرا به نظر من همگان آگاه هستن نسبت به این موضوع، ولی چرا یه اراده راسخی وجود نداره که بخوان با این شرایط برخورد بکنن و شرایط رو، به خاطر اینکه واقعا مردم ما خیلی علاقه من هستن، خیلی دوست دارن فوتبال رو، ولی و انتظار دارن که با توجه به شرایط اقتصادی بسیار سختی که الان گریبانگیر جامعه ما هست و دلخوشی زیادی نسبت به فوتبال دارن، حداقل انتظار دارن که یه شرایطی به وجود بیاد که بتونن بازی های لذت بخش رو شاهدش باشند، فارغ از این مسائلی که راجبش صحبت کرد. من منکر این نیستم که رسیدگی بشه خیلی بیشتر از اینا، هنوز با اون شرایط حرفه‌ای که داریم راجبش صحبت میکنیم، شما مثلا به عنوان مثال تیمای عربستانی رو الان ببینید، قطری رو ببینید، اماراتی رو ببینید، ژاپن و کره، بله اصلا با فاصله و روز به روزم این فاصله داره بیشتر میشه. من منکر این نیستم، اما اگر بخوایم رقابت سالم و عادلانه داشته باشیم، یک این فضا رو باید سعی بکنیم در سالم سازیش به صورت خیلی جدی حرکت بکنیم، دو شرایط یکسان به وجود بیاریم. چرا تیمای خصوصا شما ببینید الان وضعیت صنعت نفت آبادان به چه صورته، وضعیت نفت مجلس سلیمان به چه صورته، وضعیت استقلال صنعتی خوزستان به چه صورته، خب و نساجی، خیلی از تیمای دیگه که اندرخم نمیدونم یه چند میلیارد پولن، ولی بعضی از تیما دارن جروبس میکنن که چرا بودجه ما به جای 800 میلیارد 1000 میلیارد نیست مثلا، و این موضوعاته که اون رقابت رو خیلی سالم و میشه گفت که عادلانه به وجود نمیاره. در نهایت قهرمانی پرسپولیس پیش بینی میکنه با تمام این شرایط و سختی هایی که وجود داره، خیلی سخته ولی همچنان میشه گفت که یکی از گزینه ها هست. البته البته بستگی داره به این تصمیمی که بخواد گرفته بشه بعد از آقای گل محمدی. خیلی مهمه که یه تصمیم درستی گرفته بشه، تصمیمی که به عنوان مثال پیشنهاد خود من اینه که بهترین شخص که از هر جهت سالیان سالم هست، از اون کیفیت لازم برخوردار هست، کریم باقریه. یه گزینه بسیار از هر جهت میشه گفت که اون فاکتورایی رو که لازم هست برای یک مربی به لحاظ مدیریتی، به لحاظ فنی، به لحاظ ارتباطی، کریم به نظر من یک شخصیت برجسته‌ای هست برای پرسپولیس و دم دستشون هم هست،
و خیلی هم آشنا هست، هم به تیم پرسپولیس و هم به فوتبال میشه گفت که مملکتمون. و خیلی اهمیت داره که شما گزینه‌ای رو که بخواید بیارید این فاکتور رو داشته باشه تا بتونه پرسپولیس رو به اون سرانجامی که برش طراحی کردن بتونه برسونه، و این همه بسته به این داره که چه تصمیم میخوان بگیرن برای آینده پرسپولیس. ببینید، نمیخوام منکر این بشم که من ارتباط خوب و صمیمی که با آقای پیروانی داشتم، اما در اون سطح من فکر میکنم که قطعا هم آقای پیروانی هم من اگر نمیتونستیم به همدیگه کمک بکنیم، فکر نمیکنم در اون سطح بحث رفاقت و رابطه میتونست تأثیر گذار باشه. قطعا ایشون یه چیزایی از من دیده بود، منم از ایشون توانایی بالایی دیده بودم، و خب طبیعیه که هر مربی دوست داره با تفکرات و آدمایی که احساس میکنه میتونن بهش کمک بکنن انتخاب میکنه، و من فکر میکنم تو اون شرایط ما خیلی خوب کار کردیم بر اساس شرایط خاصی که وجود داشت، توی مقطعی خیلی خوب کار کردیم، ولی متاسفانه اون تایمی که باید در اختیار گذاشته میشد گذاشته نشد. دلیلش هم همون بحثی که مطرح کردیم، متاسفانه تصمیم گیری ها جای دیگه گرفته میشه و این مسائل پشت پرده و روابط آنچنانی همیشه اونها هستن که متاسفانه سالیان ساله که دارن اون تصمیماتی رو که داره به پیکره فوتبال ضربه اصلی رو میزنه اونها هستن، و خیلی جالبه که همیشه هم پشت پرده هستن و کسای دیگه جلو هستن و میان و اونا بیشتر در معرض تیر و ترکش قرار میگیرن. خب در نهایت بعد از دورانی که در پرسپولیس داشتیم فولاد رو برای بازی انتخاب کردیم. اول اینکه خیلی به نظر من دیر اومد این حالا، این بخواست اون علاقه زیادی بود که به پرسپولیس داشتیم، یعنی که خوزستانی ها اونطور که باید به شما نگاه کنن نگاه نداشتن. من تو همون مقطع پیشنهاد داشتم زمانی که دیگه تصمیم گرفتم از پرسپولیس جدا بشم، البته واقعا دوست نداشتم جدا بشم، اما شرایط به گونه ای بود که دیگه باید جدا می شدم. احساس کردم که زمانش هست، که یادمه اون موقع یه پیشنهاد بسیار جدی داشتم از زبان اصفهان، که ولی در نهایت خب احساس می کردم یه عشق و علاقه خاصی به خوزستان داشتم، به تیم فولاد داشتم که همون جنوب قبلی بود، و تصمیم گرفتم، احساس می کردم یه دینی دارم و به اندازه‌ای هم صاحب تجربه شده بودم که میتونستم کمک بکنم. تصمیم گرفتم از پیشنهادهایی که داشتم فولاد رو انتخاب کنم برگردم، که فولاد هم شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی داشت، ولی خیلی کمک کردیم با هم دیگه که تونستیم فولاد رو آروم آروم تو شرایطی قرار بدیم که بتونه حرکت بکنه به یه جورایی چطور بگم حرکت کنه به سمت بزرگ شدن، و خوشبختانه این روند طی یه پروسه چند ساله خیلی خوب حرکت کرد. آکادمی بسیار خوبی بعد از اون درست شد، شکل گرفت، که خیلی ها نقش داشتن، از آقای مسعود رضاییان گرفته، آقای دهکردی گرفته، کسایی که مدیریت شرکت رو داشتن، مربیای بسیار خوبی که کار کردن، مربیای پایه بسیار قوی که واقعا بدون چشم داشت خیلی تایم میذاشتن، زحمت میکشیدن، استعدادیابی میکردن و برنامه ریزی میکردن، همیشه هم گمنام بودن اکثریتشون، همه دست به دست هم دادن که فولاد رو تبدیل کردن به یه باشگاه بسیار بزرگ، و این بود که ما تصمیم گرفتیم برگردیم. خب شما در برهه هم به عنوان دستیار یعنی به عنوان مربی برای فولاد انتخاب شدی، توضیح بدیم و بعد هم به سرمربیگریتون برسید. من بعد از اینکه فوتبال رو گذاشتم کنار باشگاه تصمیم گرفت که کلامه تو هیچ وقت خیلی سالها پیشنهاد برای رژیونر شدن نداشتیم. چرا داشتم، ولی خب ما توی مقطعی
واقعا خصوصا کشورهای حاشیه اصلا چیز نداشتن، اجازه نداشتن که بازیکن بگیرن، بازیکن خارجی. لیگا اینطوری نبود. و یادم همون جنوب اهواز که بودن، تیم اشعب امارات بعد از اینکه ما باشون بازی کردیم خیلی پیشنهاد جدی داشتن، که ولی خب قرارداد داشتم نمیتونستم جدا بشم. یادم پرسپولیس بودم، برای 2 ماه منو فرستادن اسلوونی، اونجا تمرین میکردم که بعد منو ترانسفر کنن باشگاه آلمانی، که بعد خب بازی‌های آسیایی پرسپولیس شروع شد که باز تصمیم گرفتن من برگردم و به تیم کمک کنم. توی برای بازی‌های جام جهانی یادم شالکه 04 بود، آره، پیشنهاد داشتم، یه قرارداد اولی هم امضا کرده بودم و این موکول شده بود که مدیرای اون تیم من بازیای منو توی جام جهانی ببینن. ولی یه جورایی خورد به تغییر و تحول کادر فنی تیم ملی که ما تبدیل شدیم به یه بازیکن، حالا از فیکس به یه بازیکنی که فقط بازی با امریکا بازی کردم. تعویضی بود که این باعث شد مقدار مدیرای اون وقت تیم آلمانی تجدید نظر کردن توی جذب ما، و به هر حال برگشتیم و اونم شد روند بازی کردن ما. تو مرحله تیم ملی مشکل خاصی وجود داشت که شما فیکس بتنید؟ مشکل خاصی من نداشتم، یعنی من به هر حال خیلی تلاش میکردم که یه جورایی بتونم و میدونستم این توانایی رو دارم که بخوام مثل خیلی از بچه های دیگه شرایط بهتری رو برای خودم به وجود بیارم. ولی خب بعضی اوقات اونطور که آدم دلش میخواد شرایط رقم نمیخوره. تو اون مقطع به نظر من مربی انتخاب شد که اصلا شایستگی مربیگری تیم ملی رو نداشت و بیشتر بر اساس روابط انتخاب شد، و ای کاش این روابط حداقل یه مربی توانمندی رو میتونستن به کار بگیرن، چون که تیم ما خیلی خوب بود، شناخت بسیار خوبی نسبت به حریف داشت، ولی به یک باره تصمیم نمیدونم سیاسی هر چیزی که برای خیلی هم هنوز علامت سوال بزرگیه که چی شد اویچ که یکی از بهترین مربیای اون دوره بود جذب میشه، این همه هم کار میکنه، بعد به یک باره بعد از یه بازی دوستانه و تدارکاتی ایشون رو جابجا میکنن و یه مربی بسیار ضعیف به جای ایشون به کار گیری میشه. دلیلش هم میگم که دلیلش برای خیلی ها مبهمه و سوال بسیار بزرگیه. اونهایی که تصمیم گرفتن امیدوارم یک روزی بعد از گذشت این همه سال با مردم ما رو راست باشن و بیان واقعیت رو بگن که چی شد که مثلا شما 100 با 0 عوض کردید، و این سوال بزرگیه که باید پاسخ بهش داده بشه و خیانتیه که مرتکب شدن تو اون مقطع به فوتبال این مملکت و به علاقه مندان، که انتظار داشتم بالاخره، چون اویچ تمام تفکرشی بود که ما میتونیم از گروه صعود بکنیم، و میگم که بر اون اساس ما تمرین میکردیم و میشه گفت که کارمون رو ادامه میدادیم، ولی بعد از اون به یک بار این تفکر تبدیل شد به اینکه ما کمتر گل بخوریم مقابل تیمامون، و این شد که فرض بکنید تیم ما متاسفانه از گروه خودش هم نتونه صعود بکنه. یه تایمی داره، شما اگه مثلا تو اون زمانش نفعید مطرح بکنید، بعدا دیگه اگه دیر بشه خیلی نمیتونه تاثیرگذار باشه. خب به هر حال ما با ایشون هم کار کرده بودیم توی فولاد و از نزدیک من میدونستم که حساب توانای فنی بعضی از این مربی‌ها به چه صورته. نظرات خاص خودم رو مطرح کردم و الان هم شما میتونید ببینید دیگه، حالا بعضیایی که کسی که میاد توی فرض بکنی یه مقطع به این بزرگی تیم ملی ایران رو بخواد سرمربیگری بکنه، قطعا باید پیشنهادهای بسیار خوب و قوی داشته باشه. بعد از اون شما الان نمیدونم اونایی که توی این مقطع کار کنن الان کجا هستن، یا مثلا بعد از اینکه از فولاد جدا شدن کجا رفتن مربیگری کردن.
اینا نشون میده که همون مسائلی که در ارتباط با پشت پرده ما صحبت کردیم و اون سیستمی که راجبش بحث کردیم، اونها هستن که تصمیم گیری میکنن و متاسفانه شایستگی ها، لیاقت ها، اینها شاید به عنوان گزینه آخر، و میخوام بگم که شاید به عنوان گزینه آخر هم در نظر گرفته نشه و این خیلی بده و این آسیبی که الان داره وارد میشه بیشتر دلیلش به خاطر اینه. مثلا شما در نقدی که به فدراسیون و به خاطر چنین انتخابی داشتیم میگفتیم که فوتبال ایران مثل گوشت قربانی شده، یعنی اینکه هر اتفاقی داره سر فوتبال ایران میومد تو اون برهه و نه کسی پاسخگو بود و نه کسی واکنش خاصی کلن داشت به این قضیه و نتیجهش هم همین شد که ما هیچ سالی نمیتونیم از گروهمون در جام جهانی صعود کنیم، در صورت اینکه پتانسیل خیلی بالایی داریم، بازیکنهای بسیار با استعداد خیلی خوبی داریم خصوصا توی این مقطع، ولی به خاطر همین تصمیم گیری هایی که مدیریت کلان دارن میگیرن متاسفانه توی این مقاطع تیم دوچار مشکل میشده. و در ارتباط با فدراسیون که خب آدم بخواد بحث بکنه که دیگه فاجعه است، یعنی تصمیماتی که داره گرفته میشه از اون قرارداد ویلموس گرفته تا بیاین به این ور، یعنی هیچ کجای دنیا اتفاقات نمیفته که شما بخواید یه همچین شرایطی رو برای فوتبال کشور به وجود بیارید بعدم خیلی راحت بخواید دوباره بیایید سکان مثلا مدیریت باز به شما سپرده بشه و بدون اینکه پاسخ شفافی داده بشه به این موضوعات، همش گمنام، همش مبهم، همش نمیدونم. این نشون میده که به نظر میرسه عزمی وجود نداره به خاطر اینکه این شرایط رو در وهله اول شفاف سازی بکنن، در وهله دوم حرکت بکنن حداقل به سمت سالم سازی. و کماکان میبینیم مشکلات یکی پس از دیگری هی خودشو داره نشون میده و اون جایی که داره آسیب میبینه پیکره فوتباله و متاسفانه علاقه‌منداش که واقعا صمیمانه و با تمام وجودشون فوتبال رو دوست دارن و پیگیری میکنن. با هدایت امیر قلعه‌نویی در اندیشه و بالاخره فتح جام ملت هاست. من امیدوارم به عنوان یک ایرانی دوست دارم تیم ملیمون بتونه نتایج خوبی بگیره، قهرمان آسیا بشه بعد از سالیان سال و بازی‌های خوبی به نمایش بذاره و امیدوارم همه کمک کنن، دست به دست هم بدن، این شرایط رو بتونن به وجود بیارن. فقط یه گله کوچیکی میکنم، اونم اینه که به نظرم اون بازیکنانی که سن و سالی ازشون گذشته یا خودشون تصمیم بگیرن دیگه واقعا برن کنار، خیلی راحت اینو شفاف بگن برن کنار واقعا، یا اینکه بالاخره کادر تصمیم بگیرن این موقعیت رو برای جوانایی که واقعا مستعدن اون رو هموار بکنن، بیان نترسن، مردم هم با تمام وجودشون استقبال میکنن، خسته شدن دیگه چندین سال از این اسمای تکراری و از این سنایی که دیگه واقعا نمیدونم سنشون به پدر بزرگ من داره میرسه، پس سه دیگه برید کنید آخه چند سال میخواید تو تیم ملی باشی؟ یکی از نخان به پیر بودن تیم ملیه. بله، و میگم باید این اتفاق، اگه واقعا برنامه ریزی داریم برای آینده الان زمانشه، این جوان ها رو ما الان تو این جام باید بشون. درسته مثلا ممکنه شما بگید که با اون تجربه لازمه، ولی در عوض جوان ها انرژی دارن، پتانسیل دارن، انگیزه دارن و میتونن کارهای بزرگی رو انجام بدن به شرط اینکه آدم بتونه بهشون اعتماد بکنه و اون زمینه رو در اختیارشون بذاره. مطمئن باشم، من یادم میاد مثلا جام ملت‌های آسیا با آقای مایلیکوان، خب اونجا استارت زده شد، آقای مایلیکوان اصلا ترس و وحشتی نداشت، به یک بار اومد مثلا از ما استفاده کرد، میناوند رو استفاده کرد، دارش ازدانی رو استفاده کرد، علی موسوی، مدبی کیا و خیلی کسایی دیگه. خب نتیجهش چی شد؟ یعنی از هر جهت همون تیم رفته رفته تبدیل شد به یه تیم بسیار خوب و رویایی. و به نظر من اعتماد کردن به جوونا کسی نیست که بخواد ازش متضرر بشه. خیلی ممنون.
این تیم ملی هم شرایط سختی رو داره. با این شرایطی که حساب الان میگم خود تیمای چرا خودن کار آقای قلعه‌نویی رو قبول دارین شما؟ ببینید امیر قلعه‌نویی بازی که تیم ملی داشته بله بالاخره سالیان سال تو فوتبال کشور ما داره فعالیت میکنه، یک بار هم بهش اعتماد کردن، سکان هدایت تیمو بهش دادن، حالا به هر حال به هر دلیلی یه بازی یا هر چیزی بود اون نتیجه‌ای که باید گرفته میشد گرفته نشد. خیلی هم گله‌من بود از این موضوع، انتظار داشت زمان بیشتری، شاید هم درست میبود، ولی الان دوباره این فرصت در اختیارش گذاشته شده به عنوان کسی که سالیان سال توی فوتبال کشور ما هست، شناخت داره و امیدوارم بتونه. ببینید مشکلی که ما داریم توی ساختار فوتبالمون یه سیستمی نداریم که بخواد هم برای باشگاه و هم برای تیمای مختلف ملی ما چطور بگم یه تعریف مشخصی باشه که از اون طریق افراد بخوان جذب بشن. شما ببینید مثلا من همین رو اگه فکر میکنم با خودتون مصاحبه کردم در ارتباط با اومدن آقای مربی تیم ملی هم که راجبش صحبت کردیم که مربی فولاد بود، اسکوچی چجوری اومد شد مربی تیم ملی بر چه اساسی؟ یعنی اگه یادتون باشه با سنت نفت آبادان بود، به یک بار سنت نفت آبادان اون تیم مردمی محبوب رو که روی قلتکی افتاده بود به یک بار آقا من قلبم مشکلات ناراحتی نمیدونم چی دارم، خیانت کرد به اون تیم، کسی هم پاسخگو اون خیانت نشد. خب بعد یه شبه سر از تیم ملی در میارن. خب این معلومه که یه سیستم پشت پرده ای هست که این تصمیماتو میگیره. خب حالا به هر دلیلی که میگم اینم باز مبهم و گمنام بود، ایشون شد مربی تیم ملی. بعد خیلی شرایط سخت بود، نتیجه میگیره، بعد به یک بار ایشون میره کنار، یه مربی کاملا شکست خورده و با سوابق بسیار، در حال ما تجربهش کرده بودیم، دوباره برمیگردن به آقای کیروش و نتایج مفتزهش هم دیگه دیدیم. اینجا نشون میده که این ساختاره مریض مشکل داره و اون باید اصلاح بشه. اگر ساختار اصلاح شد دیگه آدمایی که میان مطمئنن از یه فیلترهای خاصی رد میشن که میان مسئولیت بهشون داده میشه. شما یه مثال دیگه بزنم، مربی تیم ملی امید بر چه اساسی انتخاب شد و بعدم چه نتایجی گرفته میشه، متعاقب اون چه اتفاقی میفته؟ اینا نشون میده که این ساختاره اصولی و اساسی و درست تعریف نشده. یه کسایی هستن که میگم دارن کامپلیتلی این ساختار رو مدیریت میکنن و اونا هستن که برای میشه گفت که ارکان مختلف در نهایی فوتبال مهم نیست، علاقه مندی مردم اصلا این چیزی که میگم متاسفانه اهمیتی نداره و یه جورایی فقط دارن چیزی بگم سر آدم ها رو گرد میکنن و اون کسی که باید، چون به هر حال این بودجه، این همه هزینه ها مال مردمه و باید برای مردم هزینه بشه. مردم راضی نیستن، مردم از شرایط مدیریتی فوتبال ما راضی نیستن، شرایط مدیریتی باشگاه راضی نیستن، تیمای ملیمون راضی نیستن، شرایط کیفیت فنی تیمامون راضی نیستن، اون لذتی رو که باید ببرن نمیبرن. خب بعد از تو جیبشون داره هزینه میشه برای همین فوتبال، حق دارن که صاحب نظر باشن. خب خیلی از فولاد فاصله گرفتیم، برگردیم به مربیگری در فولاد. چی شد پیشنهاد مربیگری دادن در دستیار آقای اسکوچی شدیم همون سالی که قرار شد؟ من خب قبل از اون که با چیز بودم، از زمان آره عرضم به حضورتون که اولین دوره‌ای که به عنوان میشه گفت که مدیریت فنی
مربی کی بود که سپاهانم بود؟ اونم مال کرواسی بود. زمان که مربی فولادم بود، نه خیلی قبلتر، که ایشون مربی فولاد بود، من شدم مدیر فنی. آره، اون که خیلی هم عصبی بود و اینا. آره، اون موقع مدیر فنی بودم. بعد یه مربی اومد که طرف اصلا توی کارخونه شیرینی پزی کار میکرد، فرانچیز اگه استفاده اشتباه نکنم. اون موقع من شدم آنالیزور تیم و کمک مربی. آره، بعد از اون دوباره همون مربی مال کرواسی اومد، من شدم به عنوان کمکش. دیگه این روند رو جلالی اومد، من کمک مربی بودم. بعد از جلالی نقش تو عنوان مربی خیلی شاخص شد، زمان اسپوچیش بود که باز هم حالا بهش آره. میرسید در بعد آقای فرکی اومدن، همزمان باز دستیار بله. بودم و اینا، تا اینکه همین بعد از آقای فرکی دو سالی که بودن اسکوچیش اومد و بله. که اونجا هم باز ما دستیار بودیم. سال اون بوره خیلی مشکل داشتیم. نه نه زمان نینادم که اون بود، نه نه یکی دیگه بود، مربی سپاهان هم بود. آره. سوالشون هم زده چه سوالی سمنایی؟ لوکا بوناچی شد. لوکا بوناچی شده. اگه اشتباه نکنم به اون مقطعی برمیگرده که ایشون نناد و یکی دیگه هم مربیای کروات رو از تیم پایه آوردن به عنوان دستیار خودشون، که یادم اون موقع میگفتن که آقای اسکوچیش خیلی به شما و پولش بخیاری داده اعتقادی نداشت. فکر میکنم از دلایلی هم که یه اوج اختلافاتون شکل گرفت همین جا بود. یکی از دلایلش این بود. خب منم دوست نداشتم، واقعا نگاه نداشتم به مربی خوزستانی که کنارشون کار کنه. ببینید من دوست نداشتم جایی باشم که فقط مترسک باشم. واقعا دوست داشتم اگه میخوام باشم یه نقشی داشته باشم، بتونم یه کمکی بکنم به مجموعه. منتها احساس کردم که دیگه فضا یه همچین فضایی نیست و فقط موندن رو تجربه نکرده بودم تو زندگیم که بخوام باشم به هر قیمتی. به این خاطر تصمیم گرفتم که جدا بشم و چیزم نبودم، معترضم نبودم. یعنی اینکه گفتم حق طبیعی سرمربیه که بخواد با آدما و شرایط خاصش، اینکه بخوام فقط باشم اسمم باشه، این رو یه جورایی تحمل نمی‌کردم. احساس می‌کردم خیانت کردن، چون یه چیزایی رو مثلا بعضا باش روبرو شدم که تصمیمات تو مجموعه فولاد گرفته نمیشه. به این خاطر تصمیم گرفتم که خودم نباشم دقیقا، و یکی از اصلیاش همین بود. یعنی دلایل اصلیش این بود که گفتم خب بعدن حداقلش این چیزا متوجه من نشه، مسئولیتش به عهده خودشون باشه و خودشون هم پاسخگو باشن. که میگم خیلی دوستان تلاش کردن که ما رو از این تصمیم صرف نظر بکنیم، ولی من تصمیم گرفته بودم و برها جدا شد. توی همون سال بود که شما به عنوان مربی بودین و خبر بازداشتتون هم خیلی خبرساز شد. خبر بازداشت چی؟ که گفته بودن نریم سعدابی رو بازداشت کردن به خاطر انتشار یه فایل صوتی از درخشان. اگه اشتباه نکنم درست میگم؟ که همون بله. خبر خبرنگار بله. گفته بودیم که من سر تمرینم بیاین از من عکس بگیریم و ببینید من هستم اینجا. درسته درسته. آره خب ببینید ما فایل صوتی در میون بود؟ کلا چی بود؟ فایل صوتی که من نداشتم، ولی فایل صوتی رو اون بازیکن داشت. آها. در اختیار اون بازیکن بود که چون این مقطع خاصی بود، میگم ما شروع کرده بودیم به اینکه مثلا مثل همین الان میخواییم بگیم که فوتبال ما حرفه‌ایه، ولی رفتارها و عملکردها خیلی با فوتبال حرفه‌ای فاصله داره. همین مثالی که زدیم در ارتباط با پرسپولیس مثلا، شما جایی پیدا نمی‌کنید که مربی بخواد فرض کنید نتیجه نگیره، بخواد مثلا مدیریت مقابل هوادار بذاره، هوادار مقابل جای دیگه بذاره. اینا رو فقط اینجا میتونید ببینید. باید مرد و مردونه اگه نتیجه نگرفتی بیای بگی مسئولیتش با منه، من مربی تیم هستم و
مسئولیت تیم با منه، ولی یاد گرفتیم که یا داور رو یا مثلا واقعا قشر بسیار زحمت داوری رو بخوایم یه روز بهش مشکل وارد بکنیم، یه روز هم مثلا مدیریت رو، یه روز هوادار رو، یه روز زمین رو، یه روز زمان رو. آره تو اون مقطع هم ما میدونستیم که بازیکنای مستعدی داریم و اینا توی پیشنهادهای وسوسه کننده خصوصا از طرف تیمای بزرگ قرار میگیرن و از جمله تو اون مقطع متاسفانه اون مربی فعلی حالا ارتباطی میگیره با یکی از بازیکنای جوان ما و آقای دهخوردی جلسه‌ای که با بچه‌ها داشتن بهشون اشاره کردن که اگر پیشنهادی بحثی صحبتی در ارتباط با این موضوعات شد شما انتقال بدید به باشگاه. که خب یکی از بازیکن‌ها به من زنگ زد و گفت که یه همچین ماجراییه، مربی تیم حالا حمید درخشان تماس گرفته بود باشو و ایشون هم گفته بودیم که صداشون رو چیز بکنید، باشگاه بهشون گفته بود، من نگفته بودم و رکورد کرده بودن صداشونو که بعد رو برد و آره وعده داده بودن که تو آینده مثلا آره اگه ما باشیم شما میایدیم. خب ما اینو مطرح کردیم توی فکر میکنم برنامه 90 بود و بعدم شکایتی صورت گرفت و منم با آغوش باز تا آخر مسیر رفتم و خوشبختانه تبرئه شدم و اون مربی هم محکوم شد و بیشتر دنبال این نبودم که بخوام مثلا حالا دنبال این بودم که ما سعی کنیم یاد بگیریم رفتار حرفه‌ای رو و نه اینکه فقط مثلا بشینیم بگیم که لیگمون و فوتبالمون حرفه‌ایه. مهمتر از اون قبل از این اینه که نوع رفتار حرفه‌ای رو بخوام نشون بدیم و هدفم فقط این بود. خب شما در ادامه مسیر به عنوان سرمربی فولاد هم انتخاب شدیم و فکر میکنم خیلی هم دوست داشتیم که بعد از بازی کردن در این تیم سالها به عنوان مدیر فنی و مربی به عنوان نفر اول تصمیم گیرنده در کادر فنی و تیم باشیم. توضیح میدیم؟ طبیعی بود چون فکر میکنم یکی از باسابقه دارترین بازیکن و مربی فولاد بودم من، شاید یکی از پرسابقه ترینشون و قطعا منتظر این مترصد این فرصت بودم اما نه به شکل ناصحیحش. دوست داشتم این روند کمان که برای دوست داشتم واقعا تجربه کسب بکنم، پله پله آروم برم، کمان این که این شرایط رو توی مقاطع مختلف توی پوزیشن‌های مختلف تجربه کرده بودم. که خب بعد از اینکه ما جدا شدیم یک سال خورده‌ای بود که من جدا بودم از فضای فوتبال تا اینکه بالاخره پیشنهاد دادن اومدیم. میشه گفت که توی شرایط بسیار بسیار سخت تیم فکر میکنم 13ام 14ام شده بود و باید یه تیم جدیدی رو میبستیم، استراتژی باشگاه تغییر کرده بود، زمانی که تصمیم میگیرن مربی بومی بیاد باید تیم بومی بشه، بودجه بشه حداقل و توی این مقطع یه جورایی ما خودمون فدا کردیم. یعنی البته به خاطر فولاد و هواداراش پشیمون نیستم و میگم که بودجه باشگاه فکر میکنم حد اکثر 15 میلیارد بود که شاید 10 و خورده‌ایش مربوط به تیم بزرگسالان بود. اصلا یه بودجه‌ای که خیلی بسیار اندک و محدود و حتی یادم قرارداد مربیگریم پایین ترین رقم قرارداد تو تمام مربیای لیگ برتری بود. خیلی رو موضوع مالی حساس نبودم، دوست داشتم یه خدمتی به یه دینی احساس میکردم مجموعه فولاد نسبت به من داره، دوست داشتم کمک بکنم و تو همین زمینم بر اساس استراتژی که تعریف شده بود، یعنی بومی کردن تیمو با حداقل بودجه حرکت کردیم. ابتدا به ساکن دو سه بازی اول نتایج خوبی هم نگرفتیم ولی یه وقفه ایجاد شد، تونستیم تمرینات بیشتری بکنیم و تیم 11 بازی بدون شکست و نتایج فکر میکنم 20 خورده امتیاز ما توی نیم فصل اول گرفتیم.
بله خوب بود و میگم یه مقدار داوری ها اذیتمون کردن و انتظار من این بود که برای این فصل دوم میدونستم کار خیلی سخت‌تر پیش میره، تیم تقویت بشه، متاسفانه نکردن و حتی تو اون مقطع دو سه تا بازیکنم از دست دادیم و اونطور که باید و شاید حمایت نکردن و میگم که خیلی از ضربه‌هایی که خوردیم از خود مجموعه بود و نمیخوام بیشتر از اینا برم تو اون حاشیه، ولی خیلی اذیت شدیم، بیش از اندازه من اذیت شدم و خیلی فشار ها متوجهمون شد، ولی تا روز آخر خوشحالم که یه جورایی هوادارا احترام میگذاشتن و به استثنای بازی فکر میکنم مشهد بود آره، که اونم دلیلش این بود که واقعا همه سردرگم بودن و اخبار کذبی که احیانا نمیدونم از چه گروهی منتشر شد، اونا باعث شد که یه تعداد موضع بگیرن بر علیه من، که بعد که شرایط مشخص شد، واضح شد، خیلی ها به من زنگ میزدن، عذرخواهی میکردن و میخواستن که ما باشیم و به کارمون ادامه بدیم، چون من ایدم این بود که اگر بخوام باشم زمانی که بتونم کمک بکنم و واقعا بخوان که باشم، اگر احساس میکردم نمیتونم کمک بکنم و نمیخوان که باشم، لحظه حاضر نبودم که بخوام باشم و یا یه جورایی اصرار بموندن داشته باشم و میگم که به هر حال یه تجربه برای من بود، مربی جوانی بودم. تو مقطع واقعا خودتون دیگه به این نتیجه رسیدین که نباشیم و استعفاداری یا فشاری هم شما وارد شده؟ نه، من وقتی دیدم این شرط به این صورته تصمیم گرفتم استعفا بدم و بعد از اون خب شاید خیلی ها توی هیئت مدیره بعدشون نمی اومد که این اتفاق بیفته، ولی بعد از این که چطور بگم که واقعیت مشخص شد، خیلی ها اصرار داشتن که من حتما باشم و به کارم محکم ادامه بدم، ولی خب گفتم متاسفانه شرایط به گونه ای شد که اون حمایتی که باید خصوصا تو نیم فصل دوم صورت می گرفت انجام نشد و این باعث شد که ما اونطور که باید شاید تو نیم فصل دوم نتیجه نگیریم، ولی اون تیم بسیار میتونست تیم خوبی باشه. شما آمار بومی بودن تیم رو اگر تو اون شرایط بخواید بررسی بکنید یا جوانایی که ما اون موقع بهشون میدون دادیم و یه جورایی خودمون رو هزینه کردیم، خب خوشحالم الان خیلی هاشون میبینم که دارم به عنوان یار اصلی و تاثیرگذار تو خیلی از تیم‌ها بازی میکنن، همین که اونا رو میبینم یه جورایی لذت میبرم و پشیمون نیستم از این از اون موقعیتی که این تصمیم گرفتم این موقعیت رو، اون شرایط و اون زمینه رو برای اون جوان ها مهیا بکنم. ما وقتی میخوایم راجع به ساختار فوتبال صحبت بکنیم، گزینه‌های مختلفی نقش دارن، از جمله مدیریت و کادر فنی، بازیکن، امکانات سخت افزاری و عوامل متعددی که نقش دارن. ما مربیای بسیار توانمند و خیلی خوبی داریم که از جمله مثلا آقای پور موسوی، آقای عبدالله ویسی، داریوش یزدی، هرمزی، خیلی کسای دیگه که شاید الان آقای مطلق، خیلی ها رو ما داریم که واقعا گزینه‌های بسیار خوب و توانمندی هستن. مدیران بسیار خوبی داریم مثل آقای رضاییان، آقای دهکردی، نمیدونم خود آقای مطلق و خیلی کسای آقای مهدی پوری که آکادمی فولاد بودن قبلا، ایشون از هر جهت واقعا بنان مدیر جوان، خیلی ها رو داریم. این تو بحث مدیریت، تو بحث مربیگری هم به همین صورت، اما مرجع تصمیم گیری جای دیگه است، در صورت اینکه اینجا باید یه اتفاقات بیفته و در کنارش هم به نظرم یه مقدار برمیگرده به شرایط رفتاری خودمون، اونطور که باید و شاید قدر خودمون رو نمیدونیم. چرا یه کار بسیار بزرگی که آقای پور موسوی انجام دادن، تیم رو از لیگ یک میارن لیگ برتر، بعد با حداقل بودجه و با حداقل امکانات باعث میشه که کار رو ادامه بدن؟
آخر که چجور بگم، رقابت کاملا نابرابریه. شما نمیتونید مثلا اون تیمی که 800 میلیارد 1000 میلیارد بودجهشه با تیمی که 200 300 میلیارد بودجهشه چجوری میخوای با اونا رقابت بکنی؟ خیلی سخت میشه کار. خب اما من خودم بازیای استقلال صنعتی رو که بعضی اوقات تماشا میکردم میدیدم این تیم داره خیلی خوب بازی میکنه، خیلی پتانسیل داره، ولی افسوس که یا بحثای حالا اشتباهات داوری، چون نمیتونم بگم مثلا اشتباهات عمدی داوری، بعضا اشتباهات داوری یا بدشانسی گریبانگیر مثلا این تیم شده. اما امیدوارم، چون این یه اصله، تیمی که خوب بازی بکنه قاعدتا نتیجه خوبم باید بیاد سراغش، و با شناختی که نسبت به آقای پور موسوی دارم مطمئنم که انشالله یه اتفاق بیفته. یا عبدالله ویسی، یه مربی بسیار با تجربه، خب میاد یه کار غیر ممکنی رو با هر ایدهی میاد ممکن میکنه و سهمیه رو حفظ میکنه. چرا فصل بعدش اونطور که باید و شاید قدر خودشو نمیدونه و یا مجموعه که یه همچی شرایط سختی رو تجربه کرده چرا نمیتونه یه شرایط بهتری رو فراهم بکنه که حداقل دوباره دوچار یه همچی دردقایی نشن؟ ولی میبینیم سناریو تکرار میشه. نه عبدالله ویسی میاد دست از این شرایط رفتاری خودش برداره که بخواد قدر خودشو بیشتر بدونه، خواهان این باشه که بودجه بیشتری بازیکنهای بهتری براش جذب کنن، و نه اینکه مجموعه نفت به هر حال بیان پیگیر باشن اون مطالبات به حقشون رو بخوان و یه کاری بکنن که مردم اونجا که واقعا عشق اولشون فوتباله اونقدر مثلا دچار چجوری بگم ناامیدی و سرخوردگی نشن. فولاد خوزستان هم خب واقعا باشگاهیه که الان جز شاید میشه گفت که یکی دوتا باشگاه کشورمون هست به لحاظ امکانات سخت افزاری، بودجه و خیلی مسائل دیگه. معمولا اینها، این چجوری بگم، این روند برای فولاد خیلی باید با یه حالت کندی اتفاق، یعنی حداقل نباید اتفاق بیفته، ولی ما میبینیم متاسفانه فولاد هم به همین صورت این تغییر و تحولات مدیریتی و فنی اینا هم ضربه زده. میگم من واقعا یه جورایی میگم رفتم تماشای این تیم، خیلی کار داره، خیلی کار داره، و به نظر من استراتژی هر سه تیم خوزستانی برای این فصل باید این باشه که تلاش کنن فقط سهمیه رو حفظ بکنن و با هر تلاشی، با هر پلنی که دارن، و هواداراشون هم کمک بکنن که واقعا بتونن این سهمیه ها رو حفظ بکنن، و بعد همزمان برنامه ریزی بکنن که تو سالهای آتی کمتر دچار همچین شرایط بسیار سختی بشن. هم توی اردوها معمولا هم اتاق بودیم، همین که تمرین سعی میکردیم با هم بریم، ایشون بیشتر خونه من بود و یه جورایی ارتباط خیلی تنگ و تنگ داشتیم. برای یه مقطعی من خب دچار مشکل که شده بودم، اون اتفاق بزرگی که برای تو زندگیم افتاد، اومدم ایران و به هر حال دوستان ما رو دعوت کردن، علی کریمی بود و مرداد بود و پذیرفتیم، رفتیم نشستیم. بعد از اینکه من برگشتم، دقیقا خاطرم هست یک هفته بعد مرداد به من زنگ زد و دیدم صداش گرفته، سرفه میکنه و اینو. چی شده؟ گفت که نمیدونم، سرما خوردم، شاید کووید. میدونم مرداد تو که با یه چیزا خیلی فاصله داری. گفت نه زیاد حالم مساعد نیست و اینا. 48 ساعت بعد یه دوست مشترکی داشتیم، من زنگ زد گفت که مرداد رفته بیمارستان، و همینجور که دیگه پیگیر شدم متاسفانه بعد از چند روز، آره، که بعد از اون اتفاق بزرگی که تو زندگی برای من اتفاق افتاده بود، بله، تقریبا یک سال بعدش حدودن این اتفاق افتاد، که اینم خیلی میشه گفت که آره خیلی ناراحت کننده بود، که متعاقب اون بعد انصاریان بود و برای کلن اون از زمان
که کووید اومد خیلی ها رو ما از دست دادیم، خیلی از عزیزان. فرقی نمی کنه برای تو همه جای دنیا دیگه، یه جورایی فقط شرایط بدی هم بود، یعنی کسی که دوچاری همچین وایرس می شد بعد هم نباید نزدیکش می رفتی و خیلی سخت بود، خیلی طرف عزیزش بود ولی حق نداشت نزدیکش بره یه جورایی، یا برای مراسم مثلا تشییع و تدفین و مثلا وقتی آدم یادش میاد داره بسیار صحنه های گوین که مثلا آخر زمانی بود بیه، نه آره سخت بود ولی خب که در بعد به ورودم که من اومدم اولین جایی که رفتم سعی کردم برم یه جورایی سر مزارشون رو سری بزنیم و یه دیداری اینجوری تازه بکنیم. بعد از فوت همسرتون شما به نظر میاد که خیلی گوشه‌گیر شدیم و خیلی ارتباط چندانی حتی با صمیم‌ترین دوستاتون بحث فوتبال برقرار نمی‌کردید و به نوعی همه میگفتن که با فوت همسرتون شما گویا متحمل یک شکست خیلی بزرگ شدید در زندگی. فکر می‌کنم همینطور برای شما. توضیح میدین از این دوران سختی در شما گذشت؟ توضیح دادنش یه چیز، هر چقدر بخوایم صحبت بکنیم تو این زمینه اونطور اون شرایطی رو که من تجربه کردم و دارم تجربه میکنم با کلامات و صحبت و اینا نمیشه توضیح داد. فقط میتونم به دو سه تا جمله اکتفا بکنم که یه جورایی اصلا زندگی ما بدجوری متحول شد و میتونم بگم متلاشی شد، چون شما یه پلنی داری راحت زندگی تو میکنی و مثلا ولی به یک باره یه اتفاق غیر ممکن، یه چیزی که حتی مثلا تحت هیچ شرایطی توی مخیلتون نمی گنجه اتفاق میفته و شما رو اصلا واقعا یه شوک بسیار بزرگی بود که من پدرمو از دست دادم، مادرمو از دست دادم، ولی این اتفاق اصلا یه چیز دیگه ای بود تو زندگی من و نمیدونستم باید چی کار بکنم تو خیلی از زمین‌ها. حالا خب دوستان خوبی داشتم، بعضا تماس میگرفتن، کمک میکردن، خب تنها بودم، باید بچه‌هام اون ور تحصیل می‌کردن، شرایط این که بخوام برشون گردونم اینجا امکان پذیر نبود، باید می‌رفتن. خیلی دوست ندارم تو این وادی‌ها زیاد توضیح بدم. تنها چیزی که تونست به من کمک بکنه شاید خود همسرم بود و تا اندازه زیادی انگیزه‌ای که به خاطر بچه‌هام داشتم، یعنی هر موقع دچار شرایط بسیار سختی می شدم اون بچه هم بودن که به من انگیزه می دادن و کمک می کردن که من بتونم رو پای خودم بایستم، تلاش بکنم و سعی بکنم شرایطی که دوچارش بودم رو به جورای تغییر بدم و تا الانم کماکان همین روند برام وجود داره، یعنی به عنوان هدف بسیار مقدس و بالا فقط این رو دارم دنبال میکنم که بتونم بچه‌هامو که به صورت امانت در اختیارم گذاشته شده اینا رو بتونم به یه سرانجام خوبی برسونم و این شده هدف اصلی من. و پیشنهادهای مختلفی داشتم جاهای مختلف، ولی قبلنا مثلا به پیشنهادها خیلی جدی فکر میکردم، تصمیم میگرفتم، الان اول به بچه‌هام فکر میکنم بعد ببینم اون پیشنهادها چجوری میتونه با بچه‌هام سازگاری داشته باشه، یعنی بقیه چیزا شده اولویت‌های بعدی، اولویت اول شده بچه‌هام، یعنی فعلا فوتبال اولویتش، زندگی خصوصی و بچه‌هام اولویت اول و وسط آخر منه و تو این زمینه سعی میکنم حرکت بکنم، برنامه ریزی بکنم و عمل بکنم و از این بابت کاملا خوشحالم که دارم خاطرات بسیار خوبی رو با بچه‌هام درست می‌کنم.
اون چیزی فردی که سالها از بچه ها فکر میکنم دور بودی دقیقا اون چیزی که خیلی اهمیت داره و توصیه میکنم به کوچه که همه هستم، ولی به نظرم توی اولویت بندیشون خانواده رو اولویت اول قرار بدن، اولویت اول، دوم، وسط، هر چیزی که اون خانواده هست که باید رکن اصل و اساسی زندگی آدم باشه. خیلی فوتبالیستا، خیلی هم وقت شما رو گرفتیم، خسته شدیم، خیلی از فوتبالیستا دوست دارن که فرزندانشون، به میجه فرزندان پسرشون فوتبالیست بشن. پسر من در ابتدا شروع کرد، خیلی هم علاقه داشت، ولی بعد به یک باره اونجا که باید شدیم مدرسه فوتبال هم میرفت و خیلی هم خوب بود. آره نوید استعداد خوبی هم داشت، قد و قواره خوبی هم داشت، آره خوبم بازی میکرد. بعد نمیدونم چی شد دیگه، آره علاقه من به چی میگن بدنسازی و جیم و این چیزا، و بیشتر الان گرفتار درس و آره، ولی همزمان بدنسازی و اینا رو هم میره ادامه میده. خیلی ممنونم، خواهش میکنم، ممنونم، تشکر میکنم. تنها چیزی که میخوام بگم اون اینه که امیدوارم هر چی زودتر یه شرایطی پیش بیاد که مردم ما که از هر جهت شایستگیشو دارن از این شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی که به هر دلیلی براشون به وجود اومده خارج بشن، شرایط بهتر و با کیفیت تری رو بتونن تجربه بکنن که واقعا استحقاقشو دارن، و در کنارش اونایی که واقعا عامل و بانی همچی شرایطی شدن به سزای عملشون هر چی زودتر برسن. و اون این خواسته درونی منه که هر روز شاید این رو با تمام وجودم میخوام و منتظرش هستم که اتفاق بیفته. قربان شما، خواهش می‌کنم.